نه نه اونا رو اونجا نذار. برش دار اونا رو. بیا بذار اینجا. خیلی خوب. آقا شما هم یه لطفتون کمک کنین این میزو بکشین سمت اون دیوار، این وسط راهو گرفته. بچسب اونطرف. شما لطف کن بیاین جعبه ابزار از اینجا بردار. بذارش اونجا کنار دیوار. بچسبون قشنگ اونجا همه این جعبه ها رو. همه رو بچسبون هیچ چیز سر راه نباشه. خیلی ممنون. سلام. شما کی اومدین؟ من نمیدونستم اینا رو کجا بذارم. همینجوری چیدم تا بعداً هر جوری که خودتون خواستین مرتبش کنین. این قفس و پیشخون و اینا هم مونده تا یکی دو روز دیگه میان تمومش میکنن. ممنون. بعد نیست نگاهی هم بهشون بندازید. همشون همون مارکایی هم که سفارش داده بودین. به جز این یکی که تو بازار نبود. به قول معروف جنریکش رو گرفتم. همشون هم گارانتی دارن. هر مشکلی بود خودشون بدم از کنن. خسته نباشید. خانم تموم شد. خیلی ممنون. تشریف داشته باشین. بفرمایید. ممنون. شیرینیتون هم گذاشتم. دست شما در نکنه. مبارک باشه. لطفاً در حیات هم ببندید. باش. به یه نفرم امروز گفتم بیاد اینجا رو حسابی تر و تمیز کنه. چه حلال زاده هم هست. کیه؟ بیا تو. سلام خانم. سلام ماشاءالله به موقع اومدی. وسایل همه تو آشپزخونه است. دلم خواهد همه جا رو حسابی برق بندازی. خیالتون راحت باشه. یکی دو تا از وسایلی هم که سفارش داده بودین مونده تا فردا میارن. خب نمیخواییم وسایل رو چک کنین؟ نه حتما سالمه دیگه. پس اگه دیگه کاری نداریم من برم. باشه. بازم ممنون. خوبی؟ خانم یه چند دقیقه من میرم تو حیات. این گونی ها گل خالیه. برم بشورم گرم. باشه برو. وقتی فهمیدم توی دانشگاه توی همون رشته‌ای که دوست داشتی درس خوندی خیلی خوشحال شدم. اقلا تو به چیزی که دلت میخواست رسیدی. چند تا بچه داری؟ لابد یه دختر یه پسر. همون جوری که هم موقع آرزو داشتی. چقدر همه چی زود میگذره. چند سالشونه؟ بس کن دیگه. ما 10 سالی که همدیگر رو ندیدیم. برای منم همه چیز تموم شده است. کاری هم به این ندارم که تو از زندگی در کنار شوهرت راضی هستی یا نیستی، یا یعنی اینکه چند تا بچه داری. ببین من و تو، ببخشید من و شما، راهمون رو انتخاب کردیم. این دوتا راه هم هیچ وقت به هم دیگه نمیرسه. یعنی من نمیخوام که برسه. اگرم سر از شرکت بابای جنابالی در آوردم فقط یه اتفاق بوده. همین سعی کن اینو بفهمی. همین الانم هم ترجیح میدم هر کسی به غیر شما مسئول این پروژه باشه. پس به جای اینکه بخوای تو زندگی من سرک بکشی، یا اینکه بفهمی چند تا بچه دارم، یا اینکه زنم چه شکلیه، بهتره به کار شرکتتون رسیدگی کنی. اینجوری واسه جفتمون بهتره.
در زم وظیفه زیر زبون کشی از منو قبلا پدرتون با آقای ابوالحسنی سپرده بودن. از طرف من به ایشون سلام برسونید، بگید من ازدواج نکردم، اما جای نگرانی نیست، مشکلی پیش نمیاد. فقط تظاهر به این نکنن که منو نشناختن، که شناختن، فوری هم شناختن. شما هم بهتره به پیشنهاد من خوب فکر کنی، هر کسی دیگه ای میتونست این وسائل واسه من فراهم کنی. چه خبر؟ امن و امان. شما چطوری؟ خوب. بهتر از این نمیشه. اینجا وسایل کارگاه رو ردیف کردی؟ دست غزله. قرار بود امروز وسایل ببره کارگاه. چرا غزله؟ اینجا رو امضا کن. من لیست وسایل داده بودم به تو، قرار بود تو بگیر بشی. این خیلی وقت مونده. چه میدونم، دلش میخواست این پروژه دستمون باشه، منم دیدم سرگرم میشه و مخالفتی نکردم. اینجا حقیقتش از سر خودم بازش کردم، باور کن نمیرسیدم. ببین این ردیف رو درست بکنی تمام میشه، امضا کن. قرارداد چی؟ اون که انشاءالله آماده است. قرارداد پسره رو میگم. آخ ببخشید، پاک فراموش کردم. نه خیر، همه چی قاطی پاتی شده. خبری شد اینجا؟ تقصیر من شد، فراموش کردم بکنم رو میگم. حالا اتفاقی نیفتاده، پروتز وطنی یه روز دیرتر بره بازار. بله، من یکی دو روز دارم میرم سفر، آماده شد بذارش تا من برگردم. میخوام خودم باشم. خب دیگه من باید برم، با اجازه. عجب هوای معرکه‌ای امروز. استاد کارشون خیلی مونده. آره دیروزم نبودم، کلی کار تلم شده. ای بابا امروزم نباش، اتفاقی میفته. پاشو بریم بیرون گشتی بزنیم، هوایی بخوریم، حالی بکنیم. تو شرکت باشم بهتره اکبر جون، ممکنه کاری پیش بیاد. خیلی طول نمیکشه، زود برمیگردم. باشه. عجب هواییه. خب استاد فکراتو کردی؟ ببین اکبر، من یعنی خیلی فکر کردم، سعی کردم از همه جهت به این قضیه نگاه کنم.
از همه جهت. خب به چی رسیدی؟ به این که شاید بهتر باشه تو همون عمو اکبر بمونی. باور کن اینجوری به نفع هممونه. جوابت نه. آره؟ منظورم اینه که شهامت داشته باش. حرفتو بزن. جوابت منفیه ولی جرأت گفتنشو نداری. چرا؟ برای اینکه ترسویی. آدم های ترسو اصولا فراموشی هم دارن، دوست ندارن گذشتشون یادشون بیاد. اشکالی نداره، کمکت میکنم یادت بیاد. یه فروشنده خورده پا توی دفتر کلنگی مسخره، یادته؟ کی از اونجا آوردت بیرون؟ من. حالا شدی وارد کننده اصلی پروتز. نمایندگی انگلیسی‌ها رو کی واسط گرفت؟ من. وگرنه تو فرق بین دلار و پوند رو چی میفهمیدی؟ میخوای برج بسازی؟ بساز. اشکالی نداره. وام میلیاردیش کی باید برات بگیره؟ من. توی مدت نذاشتم یه نفر جلوت قد علم کنه. ده اگه من نبودم که الان زیر پا لد کرده بودن. بله. اون دفتر دستکی که جنابالی پشت میز مدیر عاملیش نشستی و باد به قبقب میندازی، معمارش من بودم، آقای توتونچی. بازم بگم؟ یه جوری حرف میزنی انگار محض رضای خدا این کارا رو کردی. تو همین شرکتی که مثلا تو معمارشی 40% سهم داری، صبح تا شب دوندگیاش مال من، آخر سال 40% سودتو میبری، کمه بیشترش میکنیم. دوندگی سرکار و هر مدیری که مایی تومن بهش بدی با جون و دل قبول میکنه، تا عدلت بخواد توی مملکت لیسانس و مهندس و دکتر بیکار ریخته. پس چرا معطلی؟ همین فردا یه مدیر عامل یه تومنی بیار، منم فقط سودمو میبرم. نه، نگرفتی. اینا رو گفتم که بدونی سرنوشت ما خواسته یا نخواسته بعد جوری به هم گره خورده. باز کردنش خیلی سخته، ولی به جاش محکم کردنش آسونه. تو که ادعاد میشه تاجر موفقی هستی، اینا رو باید خوب بدونی. من گذشته خوبی نداشتم، یه جورای عمرمو تلف کردم، کم آوردم. هرچی هم دورو برای خودم رو شلوغ میکنم، بازم تنها. این شلوغکاری ها دوای درد آدم نیست. هر آدمی دوست داره که یکی دوستش داشته باشه، منتظرش باشه، دلش براش بتپه. من غزل خوشبختش میکنم، بهت قول میدم تمام زندگیم میریزم به پاش، کاری میکنم که بس کن دیگه، این حرفات حالمو به هم میزنه. ببین اکبر، من تو رو 30 ساله که میشناسم، تو آدم هوسبازی هستی، هیچ وقتم معنی عشقو نفهمیدی، الانم نمیفهمی. برای تو زن فقط وسیله خوشگذرونیه، فرقی هم نمیکنه کی. برای من نمایش احساساتی بودن نده. بله، ما هم دیگر خوب میشناسیم، خودمونیم. تو هم اینجوری ها که میگی بگذاریم. آدم ها همیشه یه جور نیستن، فقط اینو بدون، این اکبری که جلوت وایستاده منم خیلی خوب نمیشناسمش. خرابش نکن، میخوام جبران کنم به ازاد. تو رو خدا اینو بفهم، کمکم کن. نه دیگه هم ادامه نده.
پس حرفت هم اینه ها؟ به عواقبش فکر کردی؟ تهدیدم میکنی؟ نه فقط شرایط بهت یادآوری کردم. خداحافظ آقا بقدر. خسته نباشی دایی. تو هم همینجور دایی جون. دایی بابا نیومده، تلفنش هم جواب نمیده، دیگه دارم کم کم نگران میشم. بچه که نیست دایی جون، نگرانی نداره. خدافظ. شاید کاری براش پیش اومده، اصلا شاید هم زیرا بی رفته باشه. لیکن هم دم به ساعت زنگ بزنی حالشو بگیری. بسه دایی، اینقدر سر به سر من نذار. بزرگ شده ای جون، بزرگ شد. کار داری میکنی؟ حلالا اومد آخه. حلالا بابا یه لطف کنی شما بدی سرگرمش کنی تا ما اینو تمامش بکنی. باش باش. ممنون. چی شد؟ تمام کردی؟ سلام بابا. سلام دختر گلم، خسته نباشی بابا. ممنون. شما خوبید؟ ای الحمدلله. انسو نایمده؟ نه یعنی آره ولی کسی تو اتاق منه؟ نه خودت برو ببین چیه. بفرما. سلام. 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 ببخشید بدون اجازه من تو اتاقتون. منصور گفت. آره بابا من گفتم. سیستم کاملیه، البته اگه استاد خرابکاری نکرده باشه. سیمش هم به تلفن وصل، هر وقت دوست داشته باشی میتونی بری تو اینترنت. من بلد نیستم. که عیب نداره، منصورم بلد نیست، باش فوتبال بازی میکنه. باید چی رو نکنه، اصلا کاری نداره، مخصوصا واسه تو خیلی زود یاد میگیری. اگه بخوای منم میتونم کمک کنم، چیزایی بلدم. آره یه چیزایی بلدم. نمیدونم چی باید بگم، حسابی سوق زده شدم. ممنونم داداش، غافلگیرم کردی. زحمت خرید و نصبش افتاد گردن آقا وحید. اینجوری نگاش نکنه، کارهای ازش برمیاد. این دو تا کتابم براتون گرفتم، برای شروع بد نیست، مقدمات یادتون میده یه راه هم بیافتین که تمام. آره خیلی سخت نیست. از شما ممنون. خب من برم شما حاضر کنم. کجا؟ شیرینی کامپیوتر مینا خانوم شام مهمون من. هر جو مینا بگه. شما پس بین لباستون رو بپوشید. لباس پلوخوری ها. مبارکت باشه بابا. متشکرم. تو چرا اونجوری نگاه میکنی؟ تو هم افتادی. پس من با عزتون یه زنگ به آج خانم بزنم. ببخشید دیر کنم، نگران میشه. روبرایی. ممنونم ازت داداش. خواهش میکنم. ده بار تلفن زدم، پیغامم گذاشتم. اگه میخواست دیر بیاد حتما خبر میداد. دایی میترسم اتفاقی افتاده باشه. اتفاقی نیفتاده دایی، مطمئن باش.
خودتو کنترل کن باشه؟ من خودم میام اونجا. آره مطمئن باشم برسم بابات هم اومده. خیلی خوب پس زودتر بیا این دایی. باش فعلا خدافظ. میگم به این دایید اعتبار نی. میخوای من برم کلانتر خبر بدم؟ سلام. معلومه شما کجایین؟ چرا جواب تلفنتون نمیدین؟ نمیگین من نگران میشم؟ حالتون خوبه؟ آره خوبم. خستم، خیلی خستم. دروغ میگه. یه اتفاقی افتاده، چشماشو ندیدی؟ اینطور که بوش میاد امشب میز چیدن نداریم. یعنی این بابا که من دیدم شام بخوردی. تو هم بیا آشپزخونه شام تو بخور. عجله کردی؟ اول باید زمینه‌شو آماده می‌کردی. بالاخره هر کاری یه مقدمه چینی داره دیگه. باید صبر می‌کردی. من تو سن و سالی نیستم که بتونم زیاد صبر کنم. یعنی وقت زیادی ندارم. من لیست وسایل کارگاه رو دادم به تو که تو تهیه‌اش کنی. برای چی دادیش به غزل؟ خب من اگه می‌خواستم کارو بسپارم به خودم به عقلم می‌رسید. خیلی خوب. چی شده مکه؟ بعدش من خودم کلی گرفتاری دارم. خب این از اول میگفتی یه فکری میکردم. الو سلام دایی، حالت خوبه؟ آره دارم میام بالا. خیلی خوب، من که گفتم بیخودی نگرانی. باشه باشه میام بالا یه سر بهتون میزنم. خیلی خوب، خداحافظ. رفته خونه. پاشنه آشیر بهزاد پوله، لگد میندازه، هارت و پورت میکنه، ولی وقتی پای منافع مالش بیاد وسط اون وقت کوتا میاد. باید بزنیمش لای منگنه. حواستو خوب جمع کن، نباید کسی تو شرکت بفهمه بین من اون اختلاف هست، علل خصوص تمدن. سلام. تو اتاقشه، چیزی شده دایی؟ نه دایی، فقط بابات یکم کم صحبت شده، همین. دایی اینقدر دایی نکن، منم مثل تو. بذار برم برای ببینم چه مرگشه. من الان پیشش بودم، هیچیش نیست. تو هم نمیخواد زیاد دکتری کنی، میری بالا سرتو میزنی میای پایین. چشم، امری دیگه. بله سلام. سلام.
به اکبر گفتم نه. مردی که یه بی حیا خجالتم نمیکشه، فکر میکنه نمیدونم واشو رای میکنه. بله پس لرزه هاشم رسیده. پیش اون بودی؟ چی بهت گفته؟ تلفن زد، اونم عصبانی بود مثل تو. حرفشو خیلی جدی نگرفتم. میگم چی بهت گفت؟ دایی شما به ایشون یه چیزی بگین، تلفن همراه ساختم برای اینجور وقتا. شما ببخشیدش دایی، بابایی که شما داری از اولش هم بیخیال بود. ببخشید. چی گفت؟ گفت که بهش فشار مالی اومده، به پولش احتیاج داره. عجب، پس میخواد منو تو فشار بذاره که به خواستش تن بدم. نزدیک 1 میلیارد تومان بهش بدهی داریم. فکرشو کردی چی کار میخواییم بکنیم؟ گور پدرش. چی رو گور پدرش؟ سر ما سررسید بام ساختمونه. داریم؟ نداریم؟ آهم فروش و کوفت و زهرمارم که دارن فشار میارن. مثلا فکرشو کرده بودیم یه مقدارش از اکبر بگیریم، اونم که مالیده شد رفت. پول خودشو چیکار کنیم؟ یه خود فکر کن، اینقدر عجولانه تصمیم نگیر. این که نخواستم غزلو بدبخت کنم تصمیم عجولانه است؟ من میفهمی چه مزخرفی داری میگی؟ چرا داد میزنی؟ میخوای همه بفهمن؟ خودتو کنترل کن. از تو بعیده، تو باید بیشتر از من نگران باشی، تو که خوب میدونی اون چه عرضاییه. من منظورم این نبود، میگم با داد زدن و دعوا کردن اوضاع بدتر میشه. هر جور شده پولشو جور میکنم، مطمئن باش نمیذارم زمینم بزنه. بابات هم کم حوصله شده، هم زود جوش میاره. البته نگران نشو، درست میشه. ممنون که اومدین دایی. این چه حرفیه دایی؟ تو یادم نرفته به اما اکبرت یه تلفن کن، بات کار دارم. چی کار داره؟ به اون چیزی نگفت، فقط خواستم بهت بگم که باش تماس بگیریم. باش. این قدم هرس نخور، پیر میشی یا؟ بازم ممنون که اومدین دایی. بابا داره، خداحافظ. خداحافظ. اینجایی؟ کی اومدی؟ دیشب خونه نبودی، همراهت هم که خاموشه، نگران شدم. یک کمی گرفتار شدم، برم قهوه درست کنم. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. اومدن؟ بله تو اتاقم. امروز خیلی سرخیز شدم. شما قهوه میخورین؟ لطف میکنی.
سلام. شما مگه قرار نبود بری سفر؟ کاری پیش اومد، باید میموندم. یه وقت دیگه میرم. ببین عربرقی، خودت هم خوب میدونی که دارم زیر قیمت بهت میدم. با این قیمت به هر بنگاهی که بگم رو هوا میبرم. خب معلومه گیر پولم، والا مغز خر نخوردم که بفروشمشون. نه، فقط همون ده واحد رو پیش فروش میکنم. نه نه، همون قیمتی که گفتم، نقدم میخوام. ببین فکراتو بکن تا عصر بهم جواب بده. بس خبر از تو. خداحافظ. زده به سرت؟ داری دستی دستی خودتو بدبخت میکنی. بیشتر از اون قیمتی که میگی برات تموم میشه. آخه برای چی؟ نباید با پول مردم کاسری کرد. بدهی رو باید داد. چاقو که نذاشتن زیر گلوت. حالا سب کن ببینیم چی میشه. پیغامی که تو از اکبر آوردی از صد تا چاقو بدتره. من دارم میرم، کاری ندارین؟ یعنی چی دارم میرم بیرون؟ کلی کار ریخته سرمون. تو هم را به را داری میری بیرون؟ دایی چرا داد میزنی؟ خودتون گفتیم برم پیش عمو اکبر. من گفتم که به عمو اکبر تلفن کن. بله، منم تلفن کردم، قرار شد حساب برم دفترشون. خیلی خوب، صبر کن. منم باهات میام. یه کاری هم با اکبر دارم. از اونجا میرم سر ساختمون. اگر برنفی زنگ زد بهش بگو ساختمونم. خدافظ دایی. لطفاً دیگه پیغام نیارین. سلام. سلام. ببخشید، با خانم پور وطن کار داشتم. مینا. مینا. مینا با تو کار دارم. سلام داداش. چطوری؟ خوبم، راحت پیدا کردی؟ یه کمی چرخیدم. چه جالبی اینجا. سلام. سلام آقا. برادرم منصور. به به، جناب آقای پوروطن، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم، صاحبش قابلی. بفرمایید، خواهش می‌کنم. با اجازهت من برم به کارم برسم. آره، برو قربونت برم. سلیمون، بیا شیرینی ببر برای بچه‌ها، برای ما هم چایی بیار. بفرمایید شما، خواهش می‌کنم. داداشته آدم حسابیه ها. خیلی خوش آمدی. البته وظیفه من بوده که بیام دیدن شما، ولی میبینین که از کله سحر تا نصف شب اینجا گیرم. شما لطف داری. بابا خیلی تعریف شما رو میکنه، دوست داشتم ببینمتون. آقا خلیل که بزرگ همه ما، نور چشم ما. اینجا هم حساب کارگر یا کارفرمایی نیست. این دخترها که میبینین همشون بچه های خودم. هیچ مردی نم اینجا استخدام نکردم که خدایی نکرده مشکلی پیش نیاد. البته حساب آقا سلیمون جداست. آقا سلیمون حکم پدر بزرگ دخترها رو داره. بله. آقا سلیمون شیرنی رو چرا نیاوردی؟ بفرمایید. شما پیاده نمیشی؟ گوش کن بابا، اگه یه وقت عمو اکبر هیچ، ولش کن، خیلی مطلع نکن. من باید زود برسم سر ساختمون. سلام. سلام.
ممنون، چه عجب این طرفا. سلام عمو. سلام خانم، چه عجب. سلام، ببخشید بی دعوت مزاحم شدم. شما نیازی به دعوت ندارید. دیدم غزل داره میاد اینجا، منم یه کاری باهات داشتم، فکر کردم وقت خوبیه. بگی بشین. ممنون. چه خبر؟ چه خبر؟ هیچی، شرکت، کار، بار، شلوغی. شما چه خبر؟ کار خوب کردی؟ خبر خاصی نیست. خوش میگذره. دست خانم اگر بشون میزنم من به کارمون برسیم. با اجازه. پیغامت بهم رسید. همین چند روزه حسابمون رو صاف میکنیم. اما من برای این اینجا نیومدم. گوش کن چی بهت میگم. حق نداری چیزی به غزل بگی، حتی یک کلمه. وگرنه فکر نمیکنم دلت بخواد غزل چیزی از رابطت با این خانم بدونه. احتمالاً ایشون هم اگه بفهمی که داری یه بازی جدیدی رو شروع میکنی چندان خوشحال نمیشه. بس کن بذار. این اصلا بازی نیست. احساس من به غزل یه چیزی که تا حالا تجربه نکردم. این رابطه با رابطه‌های دیگه هم فرق میکنه. من تازه دارم معنی زندگی. من قبلا هم این حرفا رو شنیدم. 2 سال پیش. یادته؟ بذار یادت بندازم اکبر. همون موقعی که این خانم گودرزی تازه اینجا مشغول به کار شده بود. چقدر بهت گفتم دست بردار اکبر. بذار بنده خدا زندگیشو بکنه. گفتی نه، دوستش دارم. این یکی با بقیه برام فرق میکنه. احساسی که دارم احساس تازه‌ایه. یادته؟ اینقدر این حرفا رو زدی تا از شوهرش جدا شد. زندگیش اصلا پاشید. خیلی هم زود ازش خسته شدی. تو داری اشتباه میکنی. این قضیه فرق میکنه. چیزی نگو. کاری نکن که قولی رو که بهت دادم فراموش کنم و به همه قضیه رو بگم. اول از همه غزل. امیدوارم به اندازه کافی توجیه شده باشی که چرا نباید به غزل چیزی بگی. با این وضعیت فکر نمی کنم دیگه بتونیم شرکای خوبی برای هم باشیم. بهتر خرجمون از هم جدا کنیم. سهمتو میخرم همش رو، پولشم نقد بهت میدم. به کامران میگم کارهای اداریش رو انجام بده و برای امضای صورت جلسه خبرت کنه. شرکتی که نتونه یه دونه پروتز وارد کنه به پشیزی نمیارزه. خب خانم گودرزی عزیز، شما خوبید انشالله؟ ممنونم. ببخشید انقدر گرم صحبت شدیم فراموش کردم چایی چیزی واسهتون بیارم. حالا باشه دفعه بعد. بابا من پایین تو ماشین منتظرم. زیاد معطل نکن، وقت عمو اکبرم نگیریو. من برم ببینم عمو اکبر چه کارم داره. باشه. فعلا. خواهش میکنم. معلوم هست اون تو چه غلطی میکردی؟ ببخشید من کم دیرم شده. بریم.
من که ازت معذرت خواستم. این روزا اعصابم یه کمی به هم ریخته است. وضع ساختمونو مهم نیست. اگه اشکال نداره اول من بذار سر ساختمون. چی کار داشت؟ کی؟ عمو اکبر؟ خب آره دیگه. درست نفهمیدم چی میخواست بگه. یکم از کارگو گفت، یکم از کارهای شرکت، ولی فکر کنم آخرش هم حرف اصلیشو نزد. ممنون، قربونت برم. سلام ارمنقی، خیلی وقت اومدی؟ یه نیم ساعتی میشه. تلفن زدم شرکت، آقا کامران گفت میره سر ساختمون. میدونستم همچین اوکازیونی رو از دست نمیدی. شما بنگادارا اولش پیفیفی میکنی، ولی خدا میدونه چی تو کلتون میزنی. بریم. نه جونه شما، این حرفا نیست. گفتم بیا چرخی تو ساختمون بزنم، بلکه بتونم کاری کرده باشم. جون خودت پدر سلواتی آب از لب و لوچت رو افتاده. حالا بیا ببین چرخ حسن دو تا کلا بردار. آقا این اسپکترومت طول و موجش کالیبره نیست، فکر کنم باید دل رودش رو بریزم بیرون. گفتن نوش تو بازار پیدا نمیشه، مجبور شدن دست دوش رو بگیرن. نه هست ولی خیلی گرم. دست دوش هم کار ما رو راه میندازه. ببینم تو با مسئول آزمایشگاه خواص مکانیکی دانشگاهتون آشنایی؟ منظور هیچی، گفتم یه صحبتی باشون بکنی اگه بشه تستای کششی رو ببریم اونجا انجام بدی. نمیشه. چرا؟ خاطر اینکه یه همچین چیزی تو قرارداد نیومده بود. سلام. سلام. نهار که نخوردین؟ تو شرکت یهو کار پیش اومد، کلی گرفتار شدم. حتما خیلی گشنه‌تونه. آخ ببخشید من خودم معرفی نکردم. غزل توتونچی هم مسئول راه اندازی پروژه شما، یعنی پروژه هممون. من سارا، اینم علیرضا همسرمه. سلام. نمیدونستم چی دوست دارین، در هم یه چیزایی گرفتم. ممنون، زحمت کشیدی. اولین بار از این رستوران غذا میگیرم، نمیدونم خوبه بده. ببخشید خانم توتون چی؟ ببخشید میشه چند لحظه تشریف بیاری؟ اگه کار واجبی نیست باشه برای بعد، غذا سرد میشه. درسته، غذا که سرد بشه از دهن میفته. غذا رو باید داغ کن. خانم توتون چی؟ اگه میشه الان تشریف بیاری لطفاً.